درود بر شما همراهان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام درباره فانتزی های جنسی بگم. شما همین الان که این عبارت یعنی فانتزی جنسی به گوشتون خورد، یا از اون دست افرادی هستین که توی ذهنتون معادلش میکنید با کلمات مثل خاک بر سری و یا مثلا آخجون و از این چیزا، یا اینکه معادل این عبارت توی ذهنتون فقط براتون یه دونه علامت سوال ایجاد کرده. به هر حال که من امروز میخوام این کلمه رو برای شما معنی کنم و اینکه بهتون بگم چند مدل فانتزی جنسی داریم و اینکه در مواجهه با فانتزی های جنسی خودتون یا پارتنرتون باید چیکار کنید. پس لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا از آموزش های بعدی من جا نمونید. در ضمن یادتون نره که برای حمایت از من میتونید از گزینه سوپر تانکس هم استفاده کنید. خب دوستای من، کلمه فانتزی به معنای خیال پردازی آگاهانه و داشتن یه الگوی فکری در مورد یه سری رفتار هاست و فانتزی جنسی دقیقاً خیال پردازی های جنسی در مورد رابطه جنسی و رفتارهای جنسی هستش. مردم به اینجور چیزا فکر میکنن که بیشتر تحریک بشن یا در حین رابطه جنسی این کارها رو انجام میدن تا بیشتر از رابطهشون لذت ببرن. در واقع فانتزی جنسی یه نوعی تصویرسازی ذهنیه که آدم ها برای جذابیت بیشتر جنسی ازش استفاده میکنن و اینکه بتونن رابطه یه روتین و یک نواخت و کسل کننده و خسته کنندهشون رو تغییر بدن، به جاش یه رابطه فوق‌العاده لذت بخش و جدید داشته باشن. فانتزی میتونه یه داستان با محتوای جنسی باشه، میتونه یه خیال پردازی کوتاه ذهنی باشه، میتونه تخیلات جنسی راجع به یه سری آدم‌ها، راجع به یه سری رفتارها باشه. انگیزه افراد از خیال پردازی جنسی میتونه اونها رو تحریک کنه یا میتونه در رسیدن به انزال، در رسیدن به اوج لذت جنسی اونها رو کمک بکنه. و یا اینکه اگر که فانتزی به معنای درستش پیش نره و در جهت آسیب رسوندن به خود اون فرد یا به پارتنرش باشه، در اون صورت فانتزی خطرناک هستش. و اما انواع مختلف فانتزی، اصلا چند مدل فانتزی داریم عزیزای من. متداول ترین رفتارهای جنسی از نظر فانتزی به 7 قسمت تقسیم میشه. من این 7 مدل رو دونه به دونه براتون توضیح میدم. مدل اولش که از نوع مخرب ترینش هست، رابطه مولتی پارتنری هست، رابطه‌ای که اون طرف با چند نفر باید رابطه برقرار بکنه تا بهش بیشتر لذت بده، تا ارضا بشه. معمولاً اینجور آدما به روابط تریسام یا زبدری روی میارن. معمولاً اینجور آدما از پارتنرشون میخوان که مثلا فلان دوستشون رو بیاره توی تخت خواب، مثلا خواهرتو بیار، من دوستمو میارم، تو هم رفیقتو بیار. معمولاً از این کارا میکنن. اگر که جسارت انجام این کارو نداشته باشن، اگر که نتونن این کار رو انجام بدن، از نظر ذهنی این کار رو انجام میدن، مثلا توی تخت خواب در حین برقراری رابطه جنسی اسامی یه سری اشخاصی رو استفاده میکنن، مثلا دارن با پارتنرشون رابطه برقرار میکنن ولی اون رو به اسم یه شخص دیگه صدا میزنن. و این متاسفانه از نوع خطرناک ترین فانتزی جنسی است که میتونه رابطه رو خراب بکنه. نوع بعدی رابطه خشن هستش که این هم اگر باعث آسیب فیزیکی به خود فرد یا به پارتنرش بشه باز هم خطرناکه، مثل بستن دست ها، مثل بستن پاها به تخت، مثل سلطه‌گری، مثل ارباب و برده بازی، مثل قلاده بستن، زنجیر بستن، مثل سادیسم یا دگر آزاری و مازوخیسم یا خود آزاری. معمولا اینجور آدم ها اندام جنسی همدیگر رو مثلا با قطره شمع می سوزونن یا مثلا با شلاق به همدیگه آسیب می زنن. نوع سومش ماجراجویی و ایجاد تنوع هستش. توی این حالت فرد تمایل به برقراری رابطه جنسی به یه گونه جدید و متفاوت داره، مثل رابطه در پوزیشن جنسی جدید یا توی شرایط متفاوت یا توی مکانهای متفاوت. نوع چهارمش رابطه جنسی تاب و شکنانه هست، شامل فعالیت‌هایی که در حالت عادی توی رابطه جنسی انجام نمیشه. خیلی از خیال پردازی های مرتبط با اختلالات مختلف مثل فیتیش جز اینجور فانتزی ها هستن که متاسفانه این مدل فانتزی ها به انحرافات جنسی کشیده میشه.
نوع پنجم رابطه فانتزی، رابطه عاشقانه و صمیمی هستش. این نوع فانتزی ها به منظور برطرف کردن نیازهای عاطفی هستش از نوع رابطه جنسی، مثلا برقراری ارتباط بیشتر با پارتنر یا مثلا مورد عشق و علاقه طرف مقابل قرار گرفتن، یا مثلا یک سکس فوق العاده رمانتیک. مثلا این آدمایی که فانتزیشون اینجوریه که روی تخت خواب گل بریزن، شم روشن کنن، عود روشن کنن، موزیک ملایم بذارن. اینجور آدما به برقراری رابطه عاشقانه خیلی خیلی علاقه‌مند هستن. نوع ششم فانتزی رابطه چند پارتنری یا چند همسری هستش. شامل خیال پردازی در ارتباط با برقراری رابطه جنسی با افراد مختلف هستش. اینو با نوع اول که گفتم مولتی پارتنر اشتباه نگیرین. مولتی پارتنر یعنی چند نفر با هم همزمان رابطه داشته باشن، مثل تیرسام یا زبدری. این مدل رابطه، رابطه با آدم‌های مختلف است در زمان‌های مختلف. یعنی اینکه یک آدم با همسر خودش یا با پارتنر خودش دیگه ارضا نمیشه، دلش میخواد مثلا با زن دوستش هم بخوابه، دلش میخواد مثلا با دوست شوهر هم رابطه برقرار بکنه، و اینکه مدام بین آدم‌های مختلف در حال دست به دست شدن هستن. متأسفانه این رابطه امروزه توی فرهنگ ایران بسیار بسیار زیاد دیده میشه، فقط و فقط به یک دلیل، اون همین که آدما دلشون میخواد روشن فکر به نظر بیان، دلشون نمیخواد امول به نظر بیان، در صورتی که این فکر کاملا اشتباهه و پایه‌های زندگی زناشویی رو تخریب میکنه. معمولا این افراد تظاهر به روشن فکری میکنن تا بتونن زندگی و ازدواج رو نگه دارن، ولی دوست معمولی هم داشته باشن، دوست اجتماعی هم داشته باشن، دوست ورزشی داشته باشن، دوست محیط کار داشته باشن، انواع و اقسام دوستهای جنس مخالف رو داشته باشن و با همشون هم رابطه برقرار کنن و همشون رو هم نسبت بدن به همون روشن فکری و اینکه ما امول نیستیم و الان اینجور روابط مده. متاسفانه باز هم یکی از مخربترین نوع فانتزی هست. و اما مدل هفتم، تظاهر به جنسیت مخالف و کشش بین افراد همجنس است. این نوع فانتزی ها باعث میشه که آدم ها از محدودیت های هویت خودشون، نقش خودشون، جنسیت خودشون، رفتار جنسی خودشون پاشون رو فراتر بذارن. اشتباه نکنید، اینجور افراد همجنس باز نیستن. همجنس بازها چه مرد باشن که بهشون بگن گی، چه زن باشن که بهشون بگن لزبیان، بحثشون جداست. اونا گرایش جنسیشون به هم جنس خودشونه. من دارم در مورد فانتزی صحبت میکنم، فانتزی های جنسی، کسایی که کاملا مستقیم هست گرایش جنسیشون. یعنی اگر مرد هستن با زنها رابطه برقرار میکنن، زن و بچه دارن، اگر زن هستن شوهر دارن، رابطه یا پارتنر آقا دارن، اما فانتزی جنسیشون اینه که هر از گاهی شیطنت کنن و با هم جنس خودشون رابطه برقرار بکنن. در اکثر واقع آدما به خاطر ترس مثلا از دست دادن هویت خودشون این رو بیان نمی‌کنن، و یا اینکه می‌ترسن که بعد از اون دیگه به جنس موافق گرایش داشته باشن و دیگه همجنس گرا بشن، به خاطر همین این مدل فانتزی رو بیان نمی‌کنن.